أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الأطيبين الأطهرين سيما وسيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة، أكحل ناظري بنظرة مني إليه، عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، وجلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: قل بفضل الله ورحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ماه ذی‌الحجه در قرآن کریم و در روایات نورانی اهل بیت از عظمت و فضیلت ویژه‌ای برخوردار هست، تا جایی که مفسرین در آیاتی که مربوط به ماه ذی‌الحجه است فرمودن که از لحاظ فضیلت برابری میکند با ماه مبارک رمضان. در بعضی نقل ها فرمودن که بلکه از ماه رمضان افضل است، بالاتر است، خصوصا دهه اول این ماه که چند آیه دارد در قرآن کریم که بالاتفاق مفسرین گفتن منظور دهه اول ذی‌الحجه است. یکی این آیه شریف است که می‌فرماید فذکر الله ایاما معلومات، شما خدا رو یاد کنید، متذکر به یاد الهی باشید در روزهای مشخص روشن، که اکثر مفسرین از این ایام معلومات تعبیر کردن به دهه اول ماه ذی‌الحجه. یکی هم در آیه سوره مبارکه اعراف است که حالا مشهور در نمازی که بین مغرب و عشاء این دهه خونده میشه، و وعد ناموسا ثلاثین لیله و اتممناها به عشر، خداوند تبارک و تعالی با موسای کلیم 30 شبانه روز وعده گذاشت، میقات گذاشت، و وقتی 30 شب تمام شد 10 شب بر آن اضافه کرد. این 10 شب رو اکثر مفسرین قائلند که 10 شب اول ذی‌الحجه است، و 30 شب هم 30 شب ماه ذی‌القعده است که حالا مرسوم میگن چله موسویه یا چله کلیمیه. اگرچه که حالا نقل هایی هم طبق بعضی از روایات داریم که 30 شب 30 شب ذی‌الحجه است و 10 شب 10 شب اول محرم است، با توجه به شب های دهگانه در سوره مبارکه فجر که میفرماید و الفجر و لیال عشر. این شب های دهگانه که چند جا در قرآن کریم ازش نام برده شده مورد اختلافه. بعضی ها گفتن این 10 شب 10 شب آخر ماه مبارک رمضانه، چون سیره اهل بیت تو این 10 شب خیلی متفاوته با بقیه روزها و شبهاست. مثلا سیره پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام در دهه آخر ماه مبارک رمضان
با اون دو دهه کاملا فرق میکنه. اصلا پیغمبر اکرم بسترشون رو کلن جمع میکنن در دهه سوم ماه مبارک رمضان. بعضی هم گفتن که این ده شب، ده شب اول ماه ذی‌الحجه است، بعضی هم گفتن ده شب اول ماه محرم است. حالا این کدوم یکی از این ستاست علی ای حال نشان میدهد که ماه ذی‌الحجه یکی از احتمالات است. مثل شبهای قدر میمونه که هی احتمال میدن این شب شب قدره، این شب با فضیلت تر از شب قبله، این شب احتمالش بیشتره. تو این شبهای دهگانه هم در قرآن کریم اختلاف بر اساس روایات و سیره اهل بیت زیاده. انشالله این اختلافات موجود در تفسیر و معارف دینی با ظهور امام زمان سلام الله علیه حل خواهد شد. دعا کنیم که انشالله خداوند امسال روز سال ظهور مولامون امام زمان سلام الله علیه قرار بده، نه تنها برای اینکه گره های مادی و مشکلات دنیویمون حل بشه، ما بسیاری از گره ها و نقطه کورهای معنوی و معرفتی داریم در معارف دینی که این باز نخواهد شد و گره حل نخواهد شد مگر با وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه، که امیدواریم انشاءالله خداوند به هممون منت بگذارد و باقی مونده غیبت رو بر ما ببخشد. نکته ای که خیلی مهمه این است که در قرآن کریم فرمودن حالا این ده شب هر ده شبی میخواد باشه، یکی از احتمالاتش ده شب ماه ذی‌الحجه است و خود این ماه گفتن ماه ذکر است. ذکر یعنی چی؟ یعنی که ما در ماه ذی‌الحجه تسبیح دستمون بگیریم، مثلا روزی هزار بار صلوات بفرستیم، روزی هزار بار تکبیر بگیم، لا اله الا الله بگیم، سبحان الله بگیم. این منظوره. این که میگن مؤمن دائم الذکر، امیرالمؤمنین فرمود شیعه ما محب ما المؤمن دائم الذکر، دائما در حال ذکر. این که قرآن میفرماید والذین هم علی صلاتهم دائمون، مؤمن کسی است که دائما در حال نمازه. این یعنی چی؟ یعنی دائما در حال رکوع و سجوده، دائما داره همین نماز اصطلاحی ما رو میخونه. یا در قرآن کریم میفرماید نماز یعنی یاد پروردگار، اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز بالاترین یاد خداست، بالاترین ذکر خداست. در سوره مبارکه طه هم خطاب به موسی کلیم علی نبی نواله علیه السلام فرمود اقم الصلاة لذکری، غایت نماز یاد پروردگاره. یعنی اگر من نماز بخونم اما از یاد پروردگار غافل باشم، تکرار یک کلمه یا یک واژه در زبان عرب بهش ذکر گفته نمیشه. اگرچه که ما تو فارسی هر کی که داره تسبیح دستشه یه چیزی رو هی تکرار میکنه میگیم داره ذکر میگه، ولی توی عربی در قرآن در روایات وقتی میگن مؤمن دائم الذکره، معناش این نیست که داره یه کلمه ای رو با زبون میگه. اینو عرب بهش میگه ورد. در حدیث عنوان بصری وقتی حضرت جواب سوالات عنوان بصری رو بیان میفرمایند، بعد میفرمایند قم عنی، پاشو برو سراغ کارت، انی امرؤن زنینون به نفسی، من به نفس خودم بدگمانم، لی اورادون، من برای اینکه نفسمو تربیت کنم باید در روز یه سری اورادی رو بگم، یعنی سری وردهایی رو بگم. تکرار یک کلمه، این در لغت عرب به معنای ورده. یعنی من وقتی تسبیح دستم دارم صلوات میفرستم، عرب نمیگه دارم ذکر میگم، میگه این مشغول ورده. جایگاه و ثواب و پاداشش تو روایات محفوظه که ما در روز چه وردهایی رو باید بگیم. اما اونی که تأکید شده خصوصا در ماه ذی‌الحجه وذکر الله ایاما معلومات، شما خصوصا تو یه روزها و شبهایی باید یاد ویژه خدا باشید و دائما به یاد خدا باشید. ذکر به معنای این است که من در هیچ لحظه و کمتر از لحظه ای از خداوند تبارک و تعالی غافل نمی شدم. این که میگن ماه ذکره، یعنی این که ماهیست که ما
تمرین میتونیم بکنیم از خدا غافل نشیم. در دعاهای بسیاری گفتن که خدایا این ذکر خودت رو رزق ما قرار بده. خیلی مهمه که انسان به تعبیر حضرت جواد علیه السلام که حالا دیروز روز شهادت حضرت بود، از کلام نورانی این حضرت هم استفاده بکنیم. حضرت میفرماین یحتاج المؤمن الى ثلاث. مؤمن شیعه ما، محب ما، نیاز اصلیش به سه چیزه. اولیش توفیق من الله، این که از جانب خدا توفیق داشته باشه خیلی چیزا رزقش بشه. رزق یه دامنه بسیار وسیعی داره. ما تا میگیم رزق، ذهن همه میره رو امور مادی، مثلا درآمدش زیاد بشه، امکانات رفاهیش زیاد بشه. خب اینم یه نوع رزقه. ان الله خیر الرازقین، خدا بهترین رزق دهنده هاست، روزی دهنده هاست. اما دامنه رزق خیلی وسیع تره. مثلا شما در ماه مبارک رمضان از خدا میخواید که خدا حج بیت الله الحرام و رزق شما قرار بده. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام. شما اینجا نمیگی خدای به من پول بده من مستطیع شم برم حج، میگی حج و رزق من قرار بده. خیلی وقتا ممکن آدم پول نداشته باشه حج رزقش بشه، خیلی وقتا ممکنه که آدم پول داشته باشه اما حج رزقش نشود. مثلا ولایت اهل بیت رزقه. اللهم ارزقنی حبه، خدایا حب امیرالمؤمنین رو رزق من قرار بده، محبت ابی عبدالله رو رزق من قرار بده. مثلا ولایت اهل بیت رزقه. براءت از دشمنان اهل بیت هم رزقه، یعنی باید رزق آدم بشه. بعضیا توفیق ندارن دشمنان اهل بیت رو لعن کنن، رزقشون نیست. خیلی ولایتی هم نسبت به ائمه علیهم السلام، اما نسبت به دشمنان اهل بیت تبری ندارن. شما میگیم و رزقن البراءت من اعدائکم، خدایا براءت از دشمنان اهل بیت رو رزق من قرار بده. خود شفاعت اهل بیت رزقه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، یعنی باید رزق بشه. یکی از چیزایی که باید رزق بشه همین ذکره، که من رزقم بشه از یاد خدا چی بشم؟ غافل نشم. که اگه این رزق شد فرمود رزقه الله خیر الدنیا والآخره. اگر کسی خدا ذکرش و یاد خودش رو رزق او قرار بده، این خیر دنیا و آخرت رزقش شده. چند جا گفتن اگر شما توفیق پیدا کردید این رزقتون شد، خیر دنیا و آخرت رزقتون شده. مثلا فرمود من من الله علی حب اهل بیتی و ولایتهم فقط رزقه الله الخیر کله، یا فقط جمع الله الخیر کله. فرمود اگه خدا به کسی منت گذاشت، محبت اهل بیت در دل او جای گرفت، خیر دنیا و آخرت روزی او شده، همه خیر دنیا و آخرت برای او جمع شده، حاضر شده، رزق شده. خب ما اگر بخوایم رزقمون بشه چیکار باید بکنیم؟ فرمودن یکی از چیزهایی که باعث میشه شما ذکر خدا رزقتون بشه و به فرموده امام باقر علیه السلام خیر الناس من ذکر الله، بهترین مردم کسیست که ذکر خدا داره. و ذکرنا، بعد از ذکر خدا ذکر ما رو داره، یعنی از ما غافل نمیشه، چون میدونه هر عملی انجام بده خدا داره میبینه، پیغمبر داره میبینه، اهل بیت هم دارن میبینن. درسته؟ قرآن میفرماید چند جا دیگه میفرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. شما هر کاری میکنید حواستون باشه خدا داره میبینه، پیغمبر میبینه، مؤمنون اینجا در روایت دارد که منظور اهل بیت علیهم السلام. امام زمان سلام الله علیه هم که امروز متعلق به حضرت فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو مهمل رها نمی کنیم، رعایت حال شما رو می کنیم، توی کمتر از شش به هم زدنم از شما غافل نمی شیم.
ما شما رو فراموش نمی کنیم. این رزق ما بشه یاد خدا، یاد اهل بیت علیهم السلام، چگونه حاصل میشه؟ فرمودن اگر شما بتونید با فضیلت ترین عمل رو انجام بدید، یعنی انسان تلاش بکنه در بین اعمال با فضیلت و با فضیلت تر و با فضیلت ترین اعمال، به قول امروزی ها بین خوب و خوبتر و خوبترین، تو عمل خوبترین رو انتخاب کنه، یعنی میخواد عبادت کنه، بهترین عبادت رو انجام بده. بهترین عبادت چیه؟ نماز، روزه است، حج، خمس، زکات. کدوم عمل وقتی ما داریم یه کار معنوی انجام میدیم بالاترینه؟ مثلا ما میریم زیارت حضرت رضا علیه السلام، ایام زیارت مخصوصا پشت سر گذاشت، یا ایام عرفه است، ان شاء الله بعضیا توفیق دارن مشرف شن کربلا. خب یک سری اعمال تو حرم های اهل بیت اعمال با فضیلته، یک سری اعمال با فضیلت تره. اما گفتن اگر شما بخوای رزق خدا، یاد خدا رزقت بشه، باید تلاش کنی بهترین عمل رو تو هر موقعیتی انجام بدی. بهترین عمل چیه؟ بهترین عبادت چیه وقتی من دارم عبادت میکنم؟ در ویژگی یاران امام حسین و یاران خاص اهل بیت و در ویژگی یاران امام زمان میگن که انهم کثیر العباده، اینا اهل عبادت کثیر بودن، زیاد خدا رو عبادت میکردن. سوال کرد که ابن رسول الله، این سلمان که جز یاران امیرالمؤمنینه، ابی ذر که جز یاران امیرالمؤمنینه، مقداد، عمار، اینا میگن کثیر العباده بودن، یعنی اینا مثل امیرالمؤمنین روزی 1000 رکعت نماز میخوندن؟ حضرت فرمودن که خب اینا شیعه بودن به معنای واقعی، پیرو جد ما علی علیه السلام بودن و چون جد ما روزی 1000 رکعت میخوند، اینا هم پیروی میکردن میخوندن، ولی به خاطر اینکه روزی 1000 رکعت نماز میخوندن بهشون نمیگفتن کثیر العباده. اینا مثلا هر ماه 3 روز روزه میگرفتن، تو کل سال رجب و شعبان هم روزه میگرفتن، کلشو وصل میکردن به ما رمزون، اما به خاطر اینکه اینجوری روزه میگرفتن بهشون نمیگفتن کثیر العباده. 3 روز یه بار ختم قرآن میکردن، اما به خاطر این بهشون نمیگفتن کثیر العباده. مثلا دارد که شهدای کربلا اکثرشون نماز صبحشون رو با وضوی نماز مغرفه شب قبل میخوندن، یعنی کل شب بیدار بودن عبادت میکردن، اما به این خاطر بهشون نمیگفتن کثیر العباده. چه عملی رو زیاد انجام میدادن بهشون میگفتن کثیر العباده؟ این روایت رو زیاد شنیدید دیگه. گفتن آقا ابی ذر که شما میگی کثیر العباده بود، کدوم عمل رو بیشتر انجام میداد؟ حضرت فرمود اکثر عبادت ابی ذر، بیشترین عبادت ابی ذر چی بود؟ روزی 1000 رکعت نماز رو میخوند، 3 روز در هر ماه روزه میگرفت، اول و وسط و آخر هر ماه، کل رجب و شعبان هم روزه میگرفت، اما به خاطر این بهش میگفتن کثیر العباده. چی کار زیاد میکرد بهش میگفتن این کثیر العباده است؟ فرمود اکثر عبادت هم تفکر. چیا؟ فکر کردن عبادته؟ یعنی ما تو حرم امام رضا میریم با فضیلت ترین عمل چیه؟ تفکره. امیر المومنین فرمود افضل العباده ادمان و تفکر، چیزی که کلن کرگرش پایینه تو مذهبی ها. یعنی ما میرونی تو حرم امام رضا تنها کاری که نمی کنیم تفکره. خدا رحمت کنه مرمان جاموش دوارو، ایشون شبای قد مرمزون اصلا ساعت 10 شب مراسم شروع میکرد، 1 احیا تموم بود. یا الله، یه روز یکی از آقایون گفتن آقا ما دلمون میخواد جلسه شما رو شرکت کنیم احیای مرمزون، ولی آخه شما یه جوری مراسم احیا رو برگزار میکنیم، ما 1.5 خونه ایم، 5 از اون میگن چیکار کنیم؟ 3 ساعتو قرآنمون رو خوندیم، دعامون رو خوندیم، سخنانمون رو گوش کردیم، گریه‌مون رو کردیم، سینه‌مون رو زدیم، قرآنمون هم سر گرفتیم،
همه کارم میکرد تو این 3 ساعت جا. بخوابیم نماز صبح غذا میشه بی سحری میمونیم، بیدار بمونیم چیکار بکنیم؟ همه کارهای شب قدر کردیم دیگه. ایشون فرمودن که ما اعمال با فضیلت و با فضیلت تر شب قدر رو انجام میدیم، 3 ساعت به شما فرصت میدیم با فضیلت ترین عمل شب قدر رو انجام بدید که فکر کردنه. ولی ما میگیم آقا شما ساعت 10 شب برو تو مسجد جا بگیر تا 4 صبح، یه جوری برس خونه که سحری خوردی لقمه تو دهنت از اون بگن. چرا؟ چون اصلا فکر. خب آدم بخواد فکر کنه چیکار باید بکنه؟ چطور میتونه فکر کنه؟ فرمود آدم وقتی میخواد فکر کنه باید سکوت کنه، باید کم حرف بزنه. اگه کسی بخواد ذکر خدا رزقش بشه باید اهل تفکر بشه. کسی بخواد اهل تفکر بشه باید زیپ دهنشو بکشه، باید حرف نزنه، سکوت. چون اگر آدم فکر کنه میفهمه چیکار باید بکنه، اما اگه فکر نکنه همش حرف بزنه نمیفهمه چیکار باید بکنه. حرم مشرف شدید اذن دخول میخونید؟ این فرس تو اذن دخول شنیدید؟ دیدید دیگه، بارها خوندید. اعلم ان رسولك وخلفائك عليهم السلام احياء عندك يرزقون. من معتقدم پیغمبر ائمه علیهم السلام زنده، نسل پروردگار روزی میخورن. يرون مقامی، من اومدم تو حرمشون برای زیارت، منو میبینن. و یسمعون کلامی، کلام منم میشنون، سلام منو میشنون. و یردون جوابی، جواب منم میدن، من سلام میکنم جواب سلامم میده امام رضا. و انکه حجبت عن سمعی کلامهم، اما خدا حکمتش بر این مقدر شده که حجاب انداخته رو گوش من، من میرم تو حرم امام رضا منو میبینه، سلام منو میشنوه، جواب منو میده، خدا پرده انداخته، حجاب انداخته، من جواب سلامو نشنوم. سوال، چرا من جواب سلامو نشنوم؟ کار بیخودیه، من برم دیدن یه نفر اون منو ببینه، کلام منم بشنوه، جواب منم بده، اما چیکار کنه؟ پرده بندازه خدا رو گوش من، من صدا امام رضا رو نشنوم، صدا ابی عبدالله رو نشنوم. چرا؟ میگه چون قرار نیست اینجا که اومدی با این گوشت بشنوی، قراره اینجا که اومدی با این گوشت بشنوی. چه اتفاقی باید بیفته؟ حرف آخر زیارت رو تو اذن دخول همین اول میزنه، میگه اتفاقی که باید بیفته اینجا به برکت زیارت امام رضا اینه که فتحت باب فهمی، باید باب فهم تو زیاد بشه، باز بشه. برای اینکه باب فهم باز بشه چیکار باید کرد؟ باید سکوت کرد، فکر کرد. رضا فرمود تو بال من سکوته فکرا و فکره ذکرا. ولی شما میری تو حرم امام رضا میبینی اینقدر بلنگوها زیاده که اصلا شما زیارتنامه خودت هم نمیتونی بخونی. خب الان مثلا 23 ماه ذی‌قعده، خب ایام زیارت مخصوص امام رضا است، اما چه چند سالی است تبدیل شده به فستیوال خاص مداها. اشتباه نشه، من خودم روزه خونم، قبل از اینکه وارد لباسم مداح بودم، الانم افتخارم روزه خونیه. ولی اینکه شما میبینی بعد نماز صبح مداح میخونه، ایام زیارت مخصوصا ساعت 11 میخونه، بعد نماز ظهر میخونه، ساعت 5 میخونه، قبل از اون مغرب میخونه، بعد نماز میخونه، ساعت 10 میخونه، هی این صحن این میخونه اون میخونه، انگار فست جشنواره مداحاست، اختصاصی مداح. بعد همه هم روز شهادت حضرت رضا است، روز 23 ذی‌قعده است، همه هم انگار میخوان رو دست هم بلند شن روزه داغ شهادت حضرت زهرا. اصلا اعصابم امسال ریخته بود به هم. صبح رفتم حرم نماز، بعد نمازم زیارت امینالله خونده، 3 مرتبه وسط زیارت امینالله روزه داغ روز شهادت حضرت زهرا خونده. خب بالاخره ظاهرینم دلشون صافه، مردم ما الحمدلله با اهل بیت خیلی رفیقن، تا یه جمله میگی میتره که آقا این حرم در و دیوار داشت گریه میکرد. ساعت 11 یکی دیگه اومد بخونه، یه زیارت امینالله خوندن و یکی دیگه اومد بخونه. خب اینم میخواست یه کاری کنه رو دست صوبیه بلند شه، این دیگه بدجور خون. آقا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مرحوم آقای بهجت میفرمود اینا که توی حرم شعار صلوات میدن دور زری، میگن سلامتی امام زمان صلوات، اینا نمیدونن چه بلایی دارن سر خودشون میارن.
یکی گفت آقا این آدم های ساده ای دلشون پاکه، به یه عشقی اومدن حرم، از قصد که این کارو نمیکنن، دلشون میخواد الان مردم صلوات بفرستن. مرحوم آقای بهجت فرموده بود اگه از عمد میکردن که کار خیلی خراب میشد. اگه از عمد، موضوع اینه که قرار شما اینجا میای با معرفت بیای، منظارنی عارفن به حقه، حداقل معرفت داشته باشی تو حرم چیکار باید بکنی چیکار نباید بکنی، چون بعضی صلوات ها به درد سلامتی امام زمان و فرج امام زمان و شفای مرزا نمیخوره، بعضی صلوات ها فقط به درد جهنم رفتن میخوره. استاد ما میفرمودن که شیطون آدمای درست رو از راه نادرست منحرف نمیکنه، یعنی شیطون هیچ وقت ما رو وسوسه نمی. شما دیدید مثلا میگه ایام عرفه به جایی که بریم کربلا بریم ترکیه، طالب زنتون خطور کرده مثلا بریم آنتالیا؟ نه. طالب زنتون خطور کرده محرم هیئت نرید برید پارتی مختلط، برید با باقای لواسون مثلا میگید یه سال هزار سال نمیشه؟ نه. ایشو فهمیدم میدونی چرا چنین چیزی به ذهنت خطور نمیکنه؟ گفتم چرا؟ فهمو چون خطورات ذهنی وسوسه شیطونه. شیطون تو چیزی که نتیجه نداره وقت تلف نمیکنه، سرمایه گذاری نمیکنه. شیطون میدونه حریف من و شما نمیشه محرم هیئت نری، حریف من و شما نمیشه اربعین به جای کربلا بریم ترکیه. حالا شما هی بیا بگو آقا هزینه ترکیه یک پنجم هزینه کربلاست، تو مریضی؟ میگه خب برو ترکیه، تو تفلیس بری پنج شب هتل 4 ستاره 4 تومن در میاد، کربلا بخوای بری 12 تومن در میاد. تازه خیلی هم احترامت میکنن تو جلو کانتر تو فرودگاه، هم این بر هم اون بر، سگت هم سوار میکنن، بلیت میدن، امتیاز بهش میدن اگه داشته باشی. تو دوشم میخوای پشت مرز بخوابی، هم این ور به تو این کنن، هم این ور به بد و بیرا بگن، هم اون ور گرما و گرد و خاک و اینا. چرا کربلا بری؟ برو ترکیه، برو تفلیس، شرایط هم که فراهم، زمینی برو ترکیه، بهت ارز دولتی هم میدن مثلا ما با تفاوتش 5000 تومانه، کل هزینه‌ت هم در میاری. تو عتبات قرار بود بدن دیگه نمیدن. خب ولی شما میگی اب نداره، آقا من دو شبم شده پشت مرز میخوام ولی میرم کربلا. ترکیه هزینه‌اش 3 برابر 5 برابر ترکیه است، نمیرم آقا، میخوام برم کربلا، فرش زیر پامو میفروشم میرم کربلا. میدونی چرا به ذهنت خطور نمیکنه؟ چون شیطون ما رو اصلا تو این مسئله وسوسه نمیکنه، چون میدونه حریف ما نیست. خب وقتی میبینه حریف ما نیست دست برمیداره؟ نه، میره مرحله بعد، میگه بس بیاد تو مسیر کربلا درستش میکنه. قبل ماه مبارک امسال با چند تا رفقای هملباسمون یه جلسه بود، بعد میرفتیم جلسه کاری بود، تو ترافیک تهران گیر کردیم، خورد به ازون مغرب، به این راننده که رفقامون بود یه جا پارک کنم نمازو بخونیم این مسجد ازون میگم، پارک کرد رفتیم تو مسجد نماز مغرب خوندیم، مشغول تسبیحات از زهرا سلام علیها بودیم. یه آقایی از اینایی که میان تو مساجد درخواست کمک دارن حاجت دارن اینا، بلند شد آی نمازگزاران نمازتون قبول باشه، من گرفتارم. تا اومد بگه به من یه کمکی بکنید، مثلا گرفتاریشو بگه، یکی گفت سلامتی امام زمان صلوات بفرست، همین صلوات بفرست. دوباره بعدش اومد بگه آقا مثلا اجاره‌ام آقا افتاده یه کمکی من بکنید، یکی گفت فرج امام زمان صلوات بفرست، دوباره صلوات. برابر سوم دیگه آقا مثلا اجاره خونه منم افتاده کمکی بکنی، تا یه کلمه میگم میگم صفای مرزا صلوات بفرست. همون تسبیحاتمون تموم نشده بود، دیدم امام جماعت تسبیحاتشو ول کرد بلند شد، خیلی خوشم اومد، رو کرد مردم گفت آقا اینی که صلوات فرستادن از صلواتشون توبه کنند و استغفار کنند. همه به هم دیگه نگاهی کردن گفتن آقا ما صلوات فرستادیم برای فرج امام زمان، چرا توبه کنی؟ این امام جماعت گفتش که این صلواتایی که فرستادید نه به درد سلامتی امام زمان میخورد، نه به درد فرج امام زمان میخورد، نه به درد شفا مرزا میخورد، این صلواتا فقط به درد جهنم رفتن میخورد. آقا نمیخوای کمکش کنی؟ میگی حرفه‌ایه، کلاشه، کاسبه، یه رو این مسجده یه رو اون مسجده، کمکش نکن. چرا تو زقش میزنی؟ چرا آبروشو میبری؟ چرا حرمتشو میشکنی؟ چرا بغضو میاری تو گلوش؟ چرا حلقه میزنه از تو چشش؟ اونم با صلوات برای سلامتی امام زمان حاله یه مسلمونو میگیری؟ با صلوات برای فرج امام زمان یه آدمو جلو یه جمعی ضایع میکنی؟ خب این صلوات به درد امام زمان نمیخوره که، شیطون که حریف من نمیشه مسجد نرم که.
شیطان حریف من نمیشه که نماز جماعت نخونم که، اما حریف من میشه که با صلوات برای سلامتی امام زمان مسجدمو خراب کنه. چرا؟ چون اون فهمه بابش باز نشده. من رفتم تو حرم اما فتحت باب فهمی اتفاق نیفتاده. من رفتم مسجد، رفتم کربلا اما فتحت باب فهمی، چرا؟ چون اصلا سکوت نمی کنم فکر کنم، همش حرف میزنم. یا گوشمو پر کردن از صدا یا زبونم. آقا سکوت. امام رضا علیه السلام فرمود دو چیز کلید بهشته، یکی از صلات و مفتاح الجنه، یکی علیکم به سکوت فانها مفتاح الجنه. آقا سکوت کن، فکر کن. اگر من فکر بکنم که فرمود با فضیلت ترین عمل در زیارت هر یک از ائمه فکر کردنه، من فکر کنم تو حرم امام رضا کجا اومدم، برای چی اومدم، چه اتفاقی باید بیفته. گفت به علامه بحرالعلوم اعلی الله مقامه، گفت آه شما چی کار میکنی امام زمان رو میبینی؟ مشرف میشی خدمت امام زمان. علامه بحرالعلوم یه نگاهی کرد گفت مگه شما مشرف نمیشی؟ گفت آقا مشرف شدن محضر امام زمان که به این راحتی نیست. من اومدم ببینم شما چی کار میکنی؟ گفت من کار خاصی نمیکنم، من کاری که شما میکنیم. گفت یعنی شما 40 شب نمیریم از جمع کران؟ قولا مسجد جمع کلانم میریم، ولی برای دیدن امام زمان جمع کلان نمیریم، چون روایت از معصوم نداریم که میخوای امام زمان رو تشرف پیدا کنی برو جمع کلان. اینو در آوردن، از معصوم روایت نداریم برای تشرف به امام زمان شما برو جمع کلان، هر کسی آورد جایزه داره. گویا یعنی شما سهله نمیری؟ ما چرا سهله میریم، سفارش رو بری سهله، اعمال مسجد سهله رو به جا بیاری، ولی برای دیدن امام زمان روایت نداریم خود شما خواستی تشرف پیدا کنی به امام زمان برو سهله. بله سهله یه مسجد زیر مسجد کوفه اعمال داره، خوب آدم هر چند وقت یه بار تونست توفیق داشت مشرف شد. گفت شما چی کار میکنی امام زمان رو میبینی؟ کاری میکنیم، کار شما میکنم. ازت پرسیدم دیگه، مگه تو مشرف نمیشی؟ چون کارهایی که من میکنم مشرف میشم، تو هم داری میکنی. گفت آقا ببخشید زیر دیپلم حرف بزنم، من متوجه شم. ایشون فرمود از معصوم این روایت رو داریم که تمام الصلات لقاء الامام، نماز دیگه نماز باشه سلام دادی بعد امام زمان تو ببینی. من کار خاصی نمی کنم، کار نمی کنم، نمازم تو تمام میشه امام زمان هم بود. تمام الصوم لقاء الامام. شما ما رمضونت که تموم شد شب عید فطر، آخرین ثانیه ما رمضون که تموم شد شد شب عید فطر، لیلة الجوائزه، تمام الصوم لقاء الامام، بعد امام زمان تو ببینیم، اینه ببینیم. تمام الحج لقاء الامام. جنگولاک بازی نداره دیدن امام زمان، این ذکر رو بگو، این کار رو بکنه، اون کار رو بکنه، همین کار که امام صادق اینو فرموده. بقیه این که میگن چی کار بکنه امام زمان رو ببینیم، اونه معصوم نیست، بقیهش رو در آوردن. اونی که امام معصوم فرموده اینه که آقا تمام زیاره لقاء الامام، من باب فهمم باز بشه، از حرم امام رضا اومدم بیرون بعد امام زمان رو ببینم. گوه آقا نمیبینم که، تشرف پیدا نمیکنم که. ایشون فهمه خب کارایی که باید بکنی به محضر امام زمان برسی رو داری میکنی، تو باید یه خورده فکر کنی ببینی چی کار نباید بکنی. مرموم های مجد میمونه که میان امام یعنی آجبا بابا کاری که باید بکنی داری میکنی، بعد نماز بخونی که میخونی، بعد روزه بگیری که میگیری، بعد حج بری که میری، بعد محرم سفر اقامه عزا کنی، صبحونه بدی، نهار بدی، شام بدی که میدی، موکب بزنی که میزنی، پیاده حرمین کربلا بری که میری، زلزله میاد کمک به زلزله زده ها میکنی، سیل میاد کمک به سیل زده ها میکنی، کانکس میدی. درسته حالا کانکس مثلا 1.5 رو میکنی 12 میلیون بد میدی، ولی میدی. بگو چی کار نکنم که این کارا که میکنی اثر بذاره. گفت تو حرم امام رضا نگو چی کار بکنن. بابای بعضت گفتن آقا تو حرم امام رضا بریم چی کار کنیم؟ ایشون هم کاری نمیخواد بکنی. گفت یعنی هیچ کاری نمیخواد بکنیم؟ ایشون فرمود نه، شما همین که بری تو حرم امام رضا سلام هم ندی به امام رضا، امام رضا جیباتو پر میکنه، چون امام رعوف همه جیبات پر میشه. حالا اگه گفتی السلام علیک علی ابن موسی رضا عارفاً به حق گفتی، با معرفت گفتی، یه کارت طلایی هم بهت میدن.
اگر نماز زیارت هم خوندی یاسین الرحمن، یه ارسی هم برا دعا میکنه. اصلا تو نمیخواد کاری بکنیتون، تو بگو من چیکار نکنم. آقای وزر دو دونه شما تو حرم میری فقط مراقب باش جیبتو نزنن. آقا اینو که خادما میگن، شروع میشه بلنگو حرم هم میگه حجاب رعایت کنید، قرآن رو سر جا بذارید، مراقب وسایل قیمتیتون باشید، جیبتون رو نزنن. فرمود نه، منظورم اینه که این جیب نیگه اصلا پولتو نزنن، منظورم اینه که شما وقتی وارد حرم میشی هیچ کاری هم نکنی امامزا جیبات بر میکنه. فقط بگو تو حرم چی کار نکنم که این جیبه رو نزنن. برای اینکه چی کار نکنم باید فکر کنم. خیلی وقتا کارا تو مثلا تو حرم امام رضا که کسی پارتی مختلط نمیگیره که. خیلی کارا یه فکر میکنیم کارا خوبیه تو حرم نباید بکنیم. مثلا همون شعار صلوات برای سلامتی امام زمان دوره حرم. خدا به ما توفیق بده که فکر کنیم. خدا فکر کردن و رزق ما قرار بده. پایان دعای آلیت المزامین بعد از زیارت ائمه چی میخونی؟ اللهم ارزقنی علما کاملا و عقلا وافیا و فهما کاملا. خدا یا رزق من قرار بده عقل و فهم رو، چون به تعبیر آیت الله حق شناس اگه آدم نفهمه بعد از 20 سال باید از زیارت هایی که کرده توبه کنه. مثلا همون صلواتی سی با صلواتی که فرستادی توبه کن اگه نفهمه. هور 50 سال نماز اول وقتش ترک نمیشد، نماز شبش ترک نمیشد، حافظ قرآن بود، قاری قرآن بود، اما فکر نمیکرد. صبح عاشورا دیدن داره میلرزه، تا صبح عاشورا جا هور زیر کف جهنمه، نه کف جهنم، زیر کف جهنم. اما صبح عاشورا دیدن میلرزه، گفتن هور چرا میلرزی؟ تمومه، ما 40,000 تاییم، 30,000 تاییم، اینا 30-40 تا بیشتر نیستن، چی میترسی تو که شجاعی؟ گفت دیشب تا صبح فکر میکردم، دیدم از کل 50 سال نماز و روزه و حج و قرآن و اینا باید چیکار کنم؟ باید توبه کنم، چون این 50 سال نماز خوندم فکر نکردم، روزه گرفتم فکر نکردم، قرآن رو حفظ کردم فکر نکردم، پیاده حج رفتم فکر نکردم، دیشب تا صبح فکر کردم. تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه، به خاطر اینجاست. هر یه شب فکر کرد بعد 50 سال عبادت، هر جاش زیر کف جهنم بود، اما یه شب فکر کرد صبح عاشورا از زیر کف جهنم، ظهر عاشورا رفت اعلی علیین. وقت امام صادق جلو قبر هر ما میسته میگه به ابی انت و امی، امام صادق باباش کیه مادرش کیه، این یه دهه منبره ها که امام معصوم. یه وقت امام صادق به امام حسین میگه به ابی انت و امی، این خب میگیم استبعادی نداره. یه وقت کار هور از زیر کف جهنم به یه جایی میرسه که امام صادق علیه السلام دستشو بذاره رو سینش بگه به ابی انت و امی. اینو امروز بخواید از امیرالمومنین روز اول دهه ذوالحجه است، آقا عنایت کن ما بفهمیم، رزق ما رو فکر و فهم قرار بده. حرم امام رضا مشرف شدید، حرم امام حسین مشرف شدید، محرم نزدیکه، توفیق اقامه شعائر داشتید، بگو خدایا رزق من قرار بده من حسین رو بفهمم، رزق من قرار بده من امیرالمومنین رو بفهمم. وگرنه آقا با شعار نمیشه، اشتباه نشه، من خودم روزه خونم، به خدا خاک پای روزه خونا اهل بیت هم نمیشم. یه روز استاد ما یه جمله‌ای گفت، حالا وقتم میگذره، وقت عزیز خودم آقای میرزا ایرم یه 2-3 دقیقه اضافه تر ببخشید. یه روز استاد ما فرمودن که آقا ولایت مداری و دینداری به شعار نیست، این که هی حسین حسین گونی، علی علی گونی نیست. ما گفتیم آقا یعنی چی؟ خب بالاخره شعائر هم جزء. خب ببین اگه این شعائر، اگه این حسین حسین، این علی علی مبنای فهمی نداشته باشه خطرناک میشه. بودیم چرا؟
گفت ببین آقا روز عید قدیر، حالا در آستانه عید قدیر هم هستیم، به نقل اهل سنت 80,000 نفر، به نقل شیعه 120,000 نفر با امیرالمومنین بیعت کردن. تو این 80,000 تا یا 120,000 تا سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، حذیفه، ابن مسعود، اینا بودن یاران خاص امیرالمومنین. شما اگه از بچه هیئتی یا از بچه ولایی یا سوال کنی آقا سلمان موقعی که با امیرالمومنین بیعت کرد چی گفت؟ چقدر علی علی کرد؟ اصلا علی علی کرد؟ عمار چی؟ سلمان چی؟ مقداد چی؟ حذیفه چی؟ میگه اینا اومدن بیعت کردن رفتن. کی روز عید قدیر موقع بیعت از همه بیشتر علی علی کرد؟ کی آقا؟ بی ولایت ترین فرد روز عید قدیر بیشتر از همه علی علی کرد. پس ولایت مداری به علی علی کردن؟ چون شو نیست که، شعار نیست که. علی علی موقعی ارزش داره که اون مبنای فهمی، فتح تباب فهمی اتفاق افتاده باشه، وگرنه علی علی کنم علی رو نفهمیده باشه میشه همینی که شده. اگه من دعا عهد بخونم، دعا ندبه بخونم، زیارت آل یاسین بخونم اما نفهمم، به قول آیت الله جوادی آملی 1180 سال شیعه داره ابن الحسن ابن الحسن میکنه، ندبه میخونه، عهد میخونه، آل یاسین میخونه. این مدلی 100,000 سال دیگه هم بخونه اسبی زین نخواهد شد. شما کما اینکه نمیشه، میبینیدم که نمیشه. حالا هی با زیر صدا موسیقی دعا فرج بخون، با قروفر بخون، نمیشه دیگه. چون نمیفهمی دعا میخوای بخونی. روایت داریم که آقا دعا و قرآن رو با موسیقی نخون، دعای سحر ما رمزون بذاره با زیر صدا موسیقی. نمیفهمه چیکار داره میکنه. شو شده دعا مجلس از شو، شعاف دوربینا شبکه‌های مجلس اینا باید پخش شو. گروز شهدای کربلا مثل حبیب، مثل آبس، اینا خیلی حسین حسین نمیگردن. شو حبیب نامه ننوشته به ابی عبدالله بیا. چیا بیشتر از همه حسین حسین کردن؟ شبس ابن ربعی نامه نوشته، صدر نامش نوشته یا ابا عبدالله اجل القدومه الى الکوفه، حسین جان بشه تا به سوی کوفه. اصلا کی گفته تو مدینه بشینی؟ ما اهل مدینه نیستیم حسین تنها بماند، باش به کوفه. بعد این شبس که بیشتر از همه حسین حسین کرده، 4,000 تا امضا جمع کرده که ابی عبدالله رو بکشونه. ابی عبدالله هم تهدید کرده که اگر نیای ما قیامت سر صراط جلو جدد یقتو میگیریم. این شبس میشه فرمانده اون 2,000 نفری که آب رو به رو سید و شهدا میبندن. ولی شما میبینی حبیب اصلا حسین حسین نمیکنه، اصلا نامه نمینویسه. اتفاقا برعکسه، امام حسین اینقدر که حبیب حبیب میکنه، حبیب حسین حسین نمیکنه. امام حسین نامه مینویسه حبیب من رسیدم کربلا، باش بیکارت دارم، به دردم میخوری. چرا؟ چون آقا ولایت مداری به فهمه. ازان میفهمد حبیب تو منو فهمیدی، پاشو بیا. تو منو فهمیدی، لعنکه من فقه ها اینا فقه رو منوی فهم، چون تو منو فهمیدی باب فهمه باز شده. ماه ذی‌قعده ماه باز شدن فهمه، که امیدواریم خداوند به برکت ایام فرخنده ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام علیها که امروز هست سال روز ازدواجشون، به ما این فهمه رو عطا بفرماید، رزق ما قرار بده، عقل و فهم رو. خب دیگه حالا درست شهادت از جواد علیه السلام بوده، اما امروز روز اول ماه ذی‌القعده، روز شادی، روز ازدواج پر برکت آقا امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها است. اجازه بدید که من فقط یه سلام به محضر ابی عبدالله عرض کنم که نمک هر مجلسی نام ابی عبدالله است و مجلس رو واگذار کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله.